سلام و عرض ادب خدمت همه رفقا مخلص همه دوستان عزیز ما در ساعات اخیر شاهد اخباری بودیم این اخبار باعث شد که در خدمت شما باشیم در قالب یک فایل صوتی بررسی بکنیم اتفاقاتی رو که در حال رخ دادن است میشد تصویری ادامه داد منتها چون جنس اخبار فوریه و چون میخوایم خیلی سریع این محتوا خدمت شما برسه ترجیح دادیم که فورا این فایل صوتی رو آماده بکنیم بعد به یاری خدا در روز پیش رو در شبنامه و در روزهای دیگر در خدمت شما مفصل با برنامه های در همین خصوص خواهیم بود تاکید میکنم خدمت دوستان عزیز حتما با کانال ما در تلگرام همراه باشید اونجا مفصل تر ویژه تر با جزیات بیشتر به همه این موارد پرداخته خواهد شد ما از ساعت گذشته شاهد حملاتی از سوی آمریکایی ها بودیم در کشور سوریه این اخبار توجه ها رو جلب کرد به این کشور ابتدا به انفجار مهیب عملیات های از این دست در خاک سوریه اشاره شد الجزیره خبری رو کار کرد تو متن خبر اشاره کرد رو به اینکه ده ها نفر در حملات آمریکایی ها جان خودشون رو از دست دادن اخباری مدام تایید شد تکذیب شد و در اخبار ابتدایی تاکید بر این بود که مراکزی صرفا در سوریه مورد هدف قرار گرفته عمده اخبار رو از سوی پایگاه آمریکایی سی و دیگر شبکه های این کشور شاهد بودیم تقریبا اون رسانه که در منطقه غرباسی حضور دارن به اون صورت اخباری به نقل از منابع آگاه ها خودشان ارائه نمیدادند. رسانه آمریکایی بیشتر در حال روایت میدان بودن البته جزئیاتی اشاره نمیشد از اینکه کدام محلها در سوریه مورد هدف قرار گرفته در نهایت خبرگزاری سوریه در اخباری به این اشاره کرد که بله حملات صورت گرفته ابتدا اعلام شد که دوازده نقطه توسط نیروهای آمریکایی مورد هدف قرار گرفتن توسط جنگنده های آمریکا کمی بدتر همزمان با این اخبار توجه ها به یمن جلب شد اخباری اشاره کرد به اینکه دو انفجار در دریای سرخ رخ داده که نشان میداد همزمان با رخدادهایی که در منطقه غرب آسیا شاهدش هستیم یمنی ها هم فعالیت هایی رو دارن انجام میدن جلوتر رفتیم کمی بعدتر رسانه ها اعلام کردند که تجاوزات آمریکا به مواضع مشترک ارتش سوریه و نیروهای پشتیبانان در دیروزور صورت گرفته جلوتر رفتیم خبری منتشر شد از عراق اشاره داشت به اینکه آژیر خطر در سفارت ایالات متحده در بغداد به صدا در آمده هشدارهایی داده شده برای اینکه عناصر حاضر در این, پنا... در این مرکز به پناهگاه پناه ببرند بعد خبر دیگری منتشر شد از حملاتی که صورت گرفته علیه پایگاه آمریکایی ها پایگاه ویکتوریا در کشور عراق من تایید یارت نمی کنم دوستان اجازه بید من خبری رو خدمت شما بخونم آتیسوزی در پایگاه آمریکایی ها در پی حملات و مقاومت بله این خبر هم الان از جمله اخباری است که منتشر شد تلویزیون دولتی سوریه در پی حمله به پایگاه های نیروهای آمریکایی در میدان گازی کونیکو در شمال شرق دیروزور در داخل این پایگاه آتیسوزی رخ داده است بله جنس اخبار و به صلاح خودمون آن چیزهایی که داره منتشر میشه انقدر زیاده من مجبور هستم برای لحظاتی از مسیر گزارش خارج بشم بریم اخبار به رو سر خدمت شما ارائه بدم بعد برگردیم به اتفاقات امروز این چیزی هست خبری هست که در لحظاتی پیش روی خروجی رسانه ها رفت همزمانی که پایگاه های خبری پیرامون اتفاقات عراق و سوریه اخباری رو منتشر میکردن خبر دیگری در ساعت دوازده و چلو یک دقیقه بامداد توجه ها رو به یمن جلب کرد این خبر اشاره داشت به انهدام یک کشتی دیگر توسط یمنی ها از اتفاقات عراق و سوریه برای شما بگم تا این لحظه به شهادت ده نفر از نیروهای مقاومت در این دو کشور اشاره شده است جزئیات بیشتری در خصوص شهدا ارائه نشده کمی بعدتر رسانه ها اعلام کردند منابع محلی سوری گفتن که نقاط مشترک ارتش سوریه به همراه نیروهای مورد حمایت ایران در شهرک عیاش مورد هدف قرار گرفتن منابع رسمی سوریه اعلام کردند که تجاوزات آمریکا به دیر و زور هم ادامه داشته است از سوی دیگر سوریه با تایید این حمله اعلام کرد که شمار کشته های حمله آمریکا به شرق سوریه به شش نظامی از جمله سراقی افسایش پیدا کرده است اجازه بدید من این خبر رو ببینم بله برخی منابع عراقی از شادس سه مجاهد و زخمی شدن 11 نفر دیگر در پی حمله آمریکا به مقرهای هشت شبی در استان الانبار خبر دادن این هم خبری است که همین لحظاتی قبل روی خروجی رسانه ها رفته همزمان با حملات آمریکایی ها خبری از یک حمله دیگر علیه پایگاه های آمریکا در عراق منتشر شده است این در حالی هست که مقاومت عراق تاکید کرده بود فعلا حملات خودش رو متوقف کرده سنتکام بیانیه صادر کرده در بیانیه سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا به این اشاره شده که 85 هدف در عراق و سوریه زیر ضربه رفتن من متن گزارش سنتکام رو برای شما میخونم گفته ساعت 16 حملات هوایی رو در عراق و سوریه علیه نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و گروه های شبه نظامی وابسته به آن انجام دادیم. نیروهای ارتش ایالات متحده بیش از 85 هدف را با هواپیماهای متعدد از جمله بمب ها که دوربرد بودند از ایالات متحده اعزام شده بودند هدف قرار داده. در این حملات هوایی بیش از 125 مهمات دقیق به کار گرفته شده است. تاسیساتی که مورد اصابت قرار گرفتن شامل مراکز عملیات فرماندهی و کنترل مراکز اطلاعاتی مراکز نگهداری راکت ها و موشک ها و انبارهای پهباد و تاسیسات زنجیره تامین تدارکات و مهمات گروه های شبه نظامی و همچنین نیروهای حامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده که حملات علیه نیروهای آمریکایی و اطلاف رو تسلیم کردن گفتم ما رفتیم علیه این مراکز و این نیروها حملاتی رو انجام دادیم من نکته رو باید خدمت شما عرض کنم اینکه در متن گزارش و در متن این بیانیه به اسم سپاه پاسداران اشاره شده و به اینکه حملات علیه مراکز سپاه قد صورت گرفته نشان میدهد که آنها به طور علنی دارن تقابل با ایران رو فریاد میزنن حالا باید منتظر باشیم ببینیم در حالی که طرف مقابل در بیانیه رسمی خودش به تهاجم به نیروهای ایران اشاره کرده است واکنش ایران چی قرار هست باشه یه چیز دیگر هم خدمت شما عرض بکنم ما نیروهایی در عراق و سوریه داریم اینها آرزوشون هست بتونن کارهایی بکنن این نیروها از عراق و سوریه یا خارج بشن یا تخلیه بکنن که اولا شبه نظامیان کرد همسو با آمریکا تروریست هایی که بخشی از بحران در منطقه هستن اینجا حاضر بشن دوم اینکه گروه های تروریستی بتونن جایگزین بشن من در تایید این نکته باید خدمت شما عرض کنم که به شدت آمریکایی ها در روزهای اخیر تلاش داشتن به ایرانی ها فشار بیارن که نیروهای ایران این مناطق رو تخلیه بکنن این مراکز رو تخلیه بکنن تا اینها به اصطلاح خودمان بتونن با خیال راحتتر این عمل رو انجام بدن یک بیانیه ای به نقل از نیروهای مقاومت عراق روی خروجی رسانه ها رفته همزمان با اقداماتی که آمریکایی ها انجام اجازه من خبری رو بله لحظاتی پیش خبری روی خروجی رسانه ها رفته مقاومت عراق اعلام کرده است که پایگاه هوایی عین الاسد هم از جمله مراکزی بودی که مورد حمله عراقی ها قرار گرفته حالا بعد بریم جلوتر ببینیم که آیا گزارش های دیگری در این خصوص روی خروجی رسانه ها خواهد رفت یا نه برگردیم به گزارش خودمون داشتم خدمت شما عرض میکردم بیانیه از سوی مقاومت عراق روی خروجی رسانه ها رفته مقاومت عراق تاکید کرده بر اینکه اگر اقدامات خصمانه آمریکا انجام شود ما الله تصمیم میگیریم و همه امور به دست خداست با وجود تعلیق عملیات های کتائب حزب الله و گروه های مقاومت عراق در صورتی که عملیات آمریکا منجر به خسارات به کتائب شود احتمال پاسخ تلافی جویانه وجود دارد و خب الان که من دارم با شما صحبت میکنم اینها حملاتی رو علیه نیروهای مقاومت انجام دادن در این حملات به اسم ایران به اسم سپاه پاسداران اشاره کردند این مسئله هست که نشان میدهد جنس پاسخ ایران و جنس پاسخ نیروهای مسلح ایران باید به شیوهی باشد در آینده پیش رو که مستقیم علنی و سریح پایگاه های آمریکا رو هدف قرار بگیره این هم خدمت شما ارز کنم آمریکایی ها همزمان با حملاتی که به عراق و سوریه انجام دادن اولا بیانیه صادر کردن تاکید کردن ما به ایران حمله نخواهیم کرد این بیانیه نشون میداد که اینها به شدت برایشون مهم بود ایران وارد درگیری نشه و این بیانیه داشت به نوعی یادآوری میکرد که اثر حملات ایران رو بگیره در بخش دوم اینها بیانیه دیگری صادر کردن. که اگر ایران پاسخ بدهد ما حملاتمون را علیه مراکزی در داخل ایران انجام خواهیم داد این نکته از این جهت مهمه که آمریکا در حوزه رسانه ای داره از حمله نکردن به خاک ایران به عنوان یک اهرام بازدارنده استفاده میکنه بلکه امید داشته باشه از پاسخ ایران و از پاسخ رسمی و علنی نیروهای مقاومت به مراکز آمریکایی در واکنش به حماقتی که انجام داده ان جلوگیری بکنه باید بریم جلوتر ببینیم ادامه اتفاقاتی که رخ خواهد داد منطقه ای ما رو به کدام سمت هدایت خواهد کرد لازم هست خدمت شما عرض بکنم بله در خصوص حمله که در یمن صورت گرفته بود الان رسانه ها اعلام کردن که برخی منابع به این اشاره کردن که بعد از انفجارهایی که در دریای سرخ صورت گرفته یک کشتی باری سیستم ردیابی خودش رو خاموش کرده بر روی رادارها خبری ازش سال بعد بریم جلوتر ببینیم یمنی ها بیانی های دیگری در این خصوص صادر خواهند کرد یا نه به عراق برگردیم دبیر کل کتاب سید و شهده عراق اعلام کرده از پارلمان و رئیس آن میخواهیم تا وزیر امور خارجه را فراخوانده تا از وی سوال کند اقدامات دولت در برابر موفقت کشورهای کویت اردن و عربستان با اشغالگران برای استفاده از خاکشان به منظور تعرض به عراق را چگونه میبینند این داره اشاره میکنه به حملاتی که صورت گرفته از اردن از عربستان و از کویت به داخل کشور عراق که آمریکایی ها از آشیانه های که آنجا دارند علیه این مسئله دارن استفاده میکنند بریم یه سر آمریکا امپراتور بادها آقای جو بایدن امپراتور بادها در توییتی اعلام کرده گفته امروز به دستور من نیروهای نظامی آمریکا به اهدافی در تاسیسات عراق و سوریه که سپاه پاسداران و شبه نظامیان ایران برای حمله به نیروهای آمریکایی از آن استفاده میکردند حمله کردند به گفته وی پاسخ ما امروز آغاز شده است و در طول مدت زمانی ادامه خواهد رفت ادامه خواهد یافت آمریکا به دنبال جنگ در خاور میانه یا هیچ جای دیگر جهان نیست من نکته رو قبلا خدمت شما عرض کردم گفتم از طرف اینها وقتی تاکید میکنم بر اینکه قصد ندارن نبرد رو در غرب آسیا ادامه بدن داره تاکید میکنه که آقا ما این نبرد رو اینجا تمومش کردیم این عملیاتی عملیاتی بود که انجام دادیم و انتظار داریم که ایران به این مسئله پاسخ نده کلمه سپاه پاسداران در بیانی ها مطرح شده یعنی رسما داره به حمله به موازه ایران اشاره میکنه در حالی که ایران در هیچ شکست حملات علیه آمریکایی ها, امریکای ها نقشی نداشته حالا باید بریم جلوتر ببینیم واکنش ایرانی ها و مقاومت به این مسئله چگونه خواهد بود من لازم هستین رو خدمت شما عرض بکنم از ساعتی قبلتر رسانه ها اعلام کردن که اردنیها ها در حملاتی که علیه نیروهای مقاومت در عراق و سوریه رخ داده است نقش داشتن وال سیر جورنال در خبری گفته که هواپیمای نیروهای هوایی اردن به عنوان ابراز همبستگی در حمله پهبادی به سربازان آمریکایی در خاک اردن به حمله آمریکایی ها علیه مقاومت پیوسته اردنی که الان بغل گوش فلسطین اشغالیه یک حمله در حمایت از یمنی ها در از ها نه تنها نداشته بلکه به سرکوب کسانی که در کشور خودش تظاهرات کردن در حمایت از غزه پرداخته این جنگنده هم داشته ظاهرا میتونه علیه کسی استفاده بکنه ولی ترجیح داده در خدمت آمریکایی ها باشه نه علیه کسانی که دارن بچه کشی میکنن این بخشی از اتفاقاتی است که رخ سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرده شهر القائم و مناطق مرزی عراق هدف حملات آمریکایی ها بودند یک گزارش هم به نقل از خبرنگار سی این این در تل اویو مطرح شده گفته متاسفانه این حمله پنج روز با تاخیر صورت گرفته کمک کرده نیروهای آمریکا و دیگر نیروها نیروهای ایران و دیگر نیروها آمادگی به خرج بدن و جابجا بشن و افراد کلیدی و تسلیحات مهم خودشان را از مقرها جابجا به نوع داره اشاره میکنه که احتمالا نیروهای مقاومت در این حملات آسیبی ندیدن یا تلفاتی که دیدن صرفا از جنس خسارت بوده گزارشی هم در دقایق قبل از سوی شبکه المیادین روی خروجی رسان ها رفته به این اشاره کرده که تمامی پایگاه های که توسط آمریکایی ها در سوریه مورد هدف قرار گرفتن تخلیه شده و هیچ پایگاه و نقطه ای که در آن نیروهای مقاومت حضور داشته باشن هدف قرار نگرفته فارغ از اینکه این, که این ادعاها رو چطور ببینیم و با چه انگیزه ای داره مطرح میشه من لازم هست به این مسئله اشاره بکنم که از اینجای کار به بعد نیروهای آمریکایی در منطقه 45 هزار نفری که در این منطقه دارن به نوعی گروگان طرف مقابل به حساب میان من گزارشی میخوندم برای شما آماده بکنم در برنامه های روسای اخیر ارائه بدم تو همین امروز که توی این گزارش اومده بود به این اشاره کرده بود گفته بود که تو میگی من در زمان و مکان مناسب پاسخ میدم به کشته شدن نیرو که توی اردن اتفاق افتاده هیچ بحثی در این نیست مسئله اصلی اینجا هست که تو وقتی در زمان و مکان مناسب پاسخ دادی حالا اونها در زمان و من... مکان مناسب میخوان پاسخ بدن و این یعنی نیروهای تو به گروگان طرف مقابل در میان تا زمانی که اونها بخوان به صلاح خودمون به نوعی پاسخگوی این حملات بوده باشه این بخشی از چیزهایی هست که در حال حاضر اتفاق افتاده در پاسخ به حلاکت 43 نظامی آمریکایی و زخمی شدن و اونها که الان خیلی ها وقتی صحبت میکنن میگن احتمالا تلفات اینها بیشتر از سه نفر بوده و باید ببینید در اون 43 نفر چه تعداد تونستن از این مسئله جان سالم به در ببرن که آمریکا همچین حملاتی رو در دستور کار قرار داده به هر جهت فارغ از همه اینها ما در حال حاضر شاهد این هستیم که مقاومت پاسخهایی رو به آمریکا شروع کرده هرچند در مورد شدت این پاسخ ها هنوز نمیشه اثر نظر داشت و نمیشه خیلی قضاوت دقیقی به ولی باید صبر بکنیم ببینیم که در ادامه اتفاقات پیشرو و پس از حملاتی که آمریکایی ها انجام داده اند واکنش ها از سوی مقاومت قرار هست چگونه باشد من طولنگترش ترش نمی کنم این بخشی از آن چیزهایی هست که در حال حاضر روی خروجی رسانه ها رفته اینم تاکید بکنم سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرده حملات آمریکا نقض حاکمیت عراق است ما تاکید میکنیم که این حملات در حالی صورت گرفته که عراق به طور جدی برای تضمین ثبات منطقه تلاش میکند حملات آمریکا نقض آشکار حاکمیت اراق بوده و به تلاش های دولت عراق ضربه میزن از این جهت داره به این مسئله اشاره میکنه که همه اینها مقابله, امر... مقابله نیروهای مقاومت اراق و همچنین سوریها با تکفیری ها و تروریست هایی که خطرشان برای منطقه وجود دارد همه اینها اون اقداماتی که داره صورت میگیره از سوی مقاومت علیه اینها رو به هاشیم میبرد من طول کش نمی کنم اگر شما نکته ای داشتین بحثی بود حتما به این برنامه اضافه بکنید کمک بکنید که گزارش با پیام های ارزشمند شما کامتر بشه خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر